خیلی خوش آمدید، خیلی ممنون و متشکرم. با نام و یاد پروردگار، درود بر شما. یک کودک شوی هیجانی دیگه از شبکه نسیم رو تماشا میکنید. همراه من باشید. پشمان بازگید. مهمانان امشب ما خانواده های رمضانی و ابراهیمی. خیلی خوش آمدید، خیلی خوش آمدید، درود بر شما، شما و مردم عزیز ایران. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای بازدقی و همچنین همه کسایی که این برنامه رو میبینن. امیدوارم که حالشون خوب باشه. من محمد رضا رمضانی هستم، پدر رومینا و رادمهر عزیز. امیدوارم که امشب به اون خوش بگذاریم. حتما همینطوره. سرکار خانم بفهمید. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب بازدقی و همه مردم ایران. امیدوارم که همه که حالشون خوب باشه. من مهناز حاجی هستم، مامان رومینا، رومینا جان و رادمهر جان. امیدوارم که امشب شب خوبی و کنار هم داشته باشید. خیلی ممنون و متشکر. البته این خانواده رمضانی از راه دور از شهر زیبای کاشان تشریف آوردن. بله. خیلی خوش آمدید. بریم سراغ خانواده ابراهیمی. به نام خدا، من مهدی ابراهیمی هستم از نسیم شهر. سلام عرض می‌کنم خدمت شما حضار گرامی و بینندگان عزیز داخل خونه که ما رو تماشا می‌کنن. من بابای علیرضا و بارانجون عزیز و همچنین همسر عزیز و دوست داشتنی لیلا خانم امیدوارم که یه برنامه خوبی کنار هم داشته باشیم ان شاء الله. خیلی سلام عرض میکنم خدمت آقای بازدقی، مجری محترم برنامه کودک شو، خدمت حضار گرامی و خدمت تک تک بیننده های عزیزمون. امیدوارم که حالشون خوب باشه. من لیلا قرهداغی هستم، مامان باران جان و علی رضا جان، و خوشحالم که امشب تو اینجا حضور دارم. یه بار دیگه چی گفتی راجع به خودت؟ من؟ آره. راجع به خودم چی گفتم؟ آره. گفتم مهدی ابراهیمی هستم از نسیم شهر. نه، گفتی که همسر عزیز و دوست داشتنی خانم لینا قرهداغی. خودت یعنی خودتو عزیز و دوست داشتنی فرض کردی. از طرف ایشون خودم گفتم. از طرف حالا عزیز و دوست داشتنی هستن؟ بله، 100 درصد. بله. بلندتر بزن. خب آقا کاشان چه خبر؟ خوبه، آقا الان خوبه. بله. میتونید بیاد برای مسافرت اونجا، زمان خوبی الان. خب. بله. عرضم به حضور شما که راجب آشناییتون، راجب هر چیزی که دوست دارید یه گپ و گفتگوی مختصری داشته باشیم، بعد بریم سراغ مسابقه. خواهر ایشون پیش پدر من، خواهرشون اینجا هستن پیش بوزا. اومدن پیش پدر من، پدر من لوازم خانگی هن. اومدن گفتن که ما برای برادرمون دنبال دختری. پدر من هم گفتن که من دختر دارم و اینا. دیگه اومدن از کاشان، همدیگر رو دیدیم و اول خودشون اومدن یه عکس آوردن. بعد چند وقت بعدش گفتن که داره پسرمون از کاشان میاد، میخواییم بیان. دیگه اومدن و دیدیم که یکی اومد از زرت، رو دیدیم که اصلا اون نیست، عکس یکی دیگه است، این طرف یکی دیگه است. یه عکس توپل چاق آوردن. وقتی اومد توی یه لاغر و خیلی لاغر بود. کار بوده، سختی کار بوده. بعد دیگه اومد و دیگه ما دلمون رفت دیگه. عجب. دیگه هیچی دیگه. صحبت همون کردیم و میخوای اینا رو نگین حالا جلوش؟ آره پرو میشه. دیگه خواهراش هم هستن. بله. خیلی هم خوش آمدید. خیلی خوش آمدید. دیگه هیچی دیگه. پسندیدیم و دیگه شما چی؟ روایت قصه شما چطور از آشنایی؟ روایت ما هم تا همینه دیگه. دیگه چیزی گفت تقریبا همین بود. حالا داستان این بود که من حالا یه بار یه شبی ده 15 کیلو، این 15 کیلو من نمیدونم، شاید عکاسه عکسو حرکتی زده بوده روش، من خبر ندارم، ولی لاغر نشده به من. کلا اون موقع اون عکس انداخته بودم 57 کیلو بودم. شاید 57 کیلو؟ آره 57 کیلو. من تا 25 سالگی 56 7 کیلو بودم. حالا کاری نداری. بعد اومدن تهران، اومده بودیم، فکر میکنم که عروسی یکی از دختر خاله‌هام بود. بعد عروسی ها اینا خواهرم گفت که اسم پدر ایشونو گفت، خب لوازم خونگی داره ایشونو. ما رفتم در مغازش، دخترم داره، دخترش دختر خوبی و حالا بریم برای ازدواج و اینا.
به همه برای خواستگاری بعدم برای ازدواج تعریف کردنتون هر جورتتون میذاریم به حساب هول شدن جلو دور بیم. بله خلاص خوبه. آره کروت دوازم خونگی داره و دخترم داره. آره بله بله خیر. و آشنایی شما عزیز دوست داشتنی؟ خب من که خودم نایده بودمش، فقط دورادور پدرش و مادرش میشناختم چون همشهری هستیم دیگه. کجا؟ کدوم شهر؟ ترکمنچای، روستای شیخ احمدلو. بعد زنداداش هم دیده بودن که ایشون اینجا هستن. بعد گفت که فلانی دختر داره، گفتم باشه بریم. بعد اومدیم و قرار مدار گذاشتن رفت. من با ایشون صحبت کردم، بعد تو دلش احساس کردم که دوست داره ازدواج کنه. بعد اومدیم صحبت کردیم و تموم شد. ما اومدیم خونه، منتظر جواب موندیم از اینا تا شب که خبری نشد. بعد از ظهر رفته بودیم. بعد از ظهر رفتی تا شب؟ بالاخره فکر کردیم داشتیم زود خبر بدن دیگه. ولی ایشون دلشون می‌خواست ازدواج کنه، شما تا ظهر رفتی شب منتظر بودید. برداشت دیدیم شیرینمون برگشت خورد. یه عکس داده بود، این بهش عکس رو دیده بودن. حالا عکس یه جوری بود بسته برای آقای رمضان اینا. خب خودم یه جور دیگه بودم. بعد شیرینی برگشت خورد. خب بعد گفتن نه دیگه. بعد من از طریق زنداداشم شماره خونه مادرشون رو گرفتم، زنگ زدم مادرشون اینجا حضور دارن. مادرشون برداشتن گوشی رو، گفتم که نمیشه بدی دخترت گوشی رو. گفت شما همینجوری؟ آره. گفت شما؟ گفتم من مهدیم، همشهریتون، اومده بودیم خواستگاری. بعد گفت 5 دقیقه بیشتر نمیتونی حرف بزنی. گفتم خب باشه. بعد گوشی را داد بهشون، گفتم سلام، حالا خوبی؟ این جور حرفا. بعد گفتم خب چرا گفتی نه شیرینی رو برگردوندی؟ بعد صحبت کردم، گفت من چیز میخوام درس بخونم. گفتم خب صحبت کردیم دیگه، ما نزدیک نیم ساعت با هم صحبت کردیم، درس بخون مشکل ندارم. خب بعد بعدش چی شد؟ بعد کجا بودم؟ بعد شیرینی رو که برگردونده بودیم. آره بهش آره باش صحبت کردم، گفت من قصد ازدواج ندارم. درس میخوام بخونم. آره گفت دیگه من قصد ازدواج ندارم. گفتم خب اگه قصد ازدواج نداشتی چرا گفتی ما بیایم خونتون؟ الان نگران پول شیرینیه بودی؟ نه نگران پول شیرینیه. گفتم خب چرا؟ خب مثلا به ما گفتی بیایم اگه نمیخواستی. گفت قصد ازدواج ندارم. گفتم خب نداری، ایشالله که با هر کی ازدواج کردی خوشبخت بشی. این یه کلمه من به دلش نشسته بود دیگه. این حرفو زدن دایش من... دایش میشه پسرعموی ما، پسرعموی بابای ما. اومد مغازه گفت مهدی چی شد؟ شنیدم ازدواج کردی یکی اصلا. گفتم والله رفتیم خونه یکی، اینجوری شد داستان. بعد گفت من صحبت میکنم. صحبت کرد و بعد دوباره رفتیم خواستگاری که بله رو گفتن. بعد شیرینی رو آورده بودم. شیرینی رو همون روز خودم خوردم. زنداداشم گفت ناراحت نیستی؟ گفتم نه این نشد یکی دیگه. خیلی ممنون. نه اینم یادم، داداشش اینجاست، واقعا مثل داداش خودمه. برادر خانمم یه دونه است. این من تو ماه رمضان تو مسجد دعا اینا که میخونیم، من میخونم همیشه اول دعای جوشان کبیر رو میخونیم. این میگفت که کوچیک بود، از این پسر داداشم بود، میگفت که چیزه آبجی تو رو خدا چرا به این گفتی نه؟ این همیشه تو مسجد قرآن میخونه، دعا میخونه. اونم تاثیرگذار بود روش. آفرین بشه. خیر خب براشون دست بزنیم، روایت بامزه بود. و اینکه پس در واقع شما اولش با خانومتون قهر کردین، درسته؟ قهر کردیم، بعد نامزدی قهر کردیم یکی دو مورد پیش اومد. خب از قهر هم کردین؟ آره بله. تقریبا دو سه ماه قهر اولمونو بگم. رفتیم پارک، ورودی پارک یا شهر بازی، یکی بود که این از این عروسک خرگوشا پوشیده بود. من به این گفتم دوستت دیگه، به این برخورد. تا شب من اونجا بودم تا دلشو به دست بیارم. بردم براش پیتزا خریدم، نمیدونم همه چی خریدم براش، تا این یه خورده آروم. گفتم آه خودت نیستی که، دوستته، اونم تازه عروسک خوشگله، بد نیست. خیلی خب براشون دست بزنین. شما چی؟ شما حال برگردن هستید یا نیستید؟ بله ایشون خیلی تا دلتون بخواد. چرا؟ بگم بالا چشت ابرو قهر میکنه. سبق نداره بری باشگاه. خب که اولین بار شما که قهر کردین؟ من اصلا قهر نمی کنم. اصلا مامانم همیشه میگفت بذار قهر کن، یه دفعه بذار مثلا این بیاد منت کشی. من نامزدی. خب من همیشه زنگ میزنم یوشکی، مامانم چون میفهمه دعوا میکرد، میگفت تو چرا انقدر منت پررو میشه. من زنگ میزنم گفتم محمد گل بخر بیا،
بیا الکی نگی من بهت زنگ زدم و بگو خودم اومدم. عجب. و همی اومد پشت در و مامانم میگفت کار توه، من میدونم تو زنگ زدی. میگم نه به خدا خودش اومده. میگفت نه این لجباز نمیاد. تکلیف حالا لجبازی واقعا؟ لجباز نه منطقی هم. من روی اصولم و اینا پافشاری میکنم. لجبازی دیگه آدمی که یه خط کشی داشته باشی پایین نیاد میشه آدم لجباز. باید طبق قانونش پیش بری. چیه قانوناش مثلا؟ کلن باید مثلا هر چی میگی بگی چشم دیگه. اصلا الان حق نداری بری بیرون. نباید برم بیرون. دادگاه خانوادت الان اینجا. دیگه چی؟ دیگه چه قانونایی دارین؟ نمیدونم خودش میدونه حالا هستی که قانونا رو بگو دیگه. بچه ها داره میگه مثلا سر موقع باید بخوابن. اونا که درسته ولی بله خب بله. ولی خب یه موقعی هم لج میکنه دیگه مثلا سر چیزای علکی. عجب نمیاد بهتا؟ میگم نمیاد و کسی باور نمیکنه که باور که میکنم ایشون که دروغ که نمیگه. کلن فامیلاش اصلا باور نمیکنن. اینو خاله هاش اینجا نشستن. بهش میگم محمد بچه بوده بهش میگم محمد صبوری اینقدر ساکت بوده. خب اصلا بگذر اصلا این امروز گفتگوهامون یه ذره بیشتر پیش بره اوضاع خراب میشه. بریم راجع به بچه ها صحبت کنیم. چقدر بچه ها رو میشناسید؟ چقدر وقت میذارید؟ من که 24 ساعته پیششونم. یه اصلا یه بار از اون بعد به تولد بهداشتم نبرده خودم میبردم همش. صبح نمیتونستم زود بیدار شم. نمیتونست با بشه من میرفتم بهداشت. قبلا کارم خیاطی بود. خب بعدش یه دو سال بیمارستان کار کردم. بعدش هم یه سوپرمارکت داشتم. الان هم مشاورم باشم. خیلی هم عالی. آره. کلن خونه هم. کلن خونه؟ آره. یعنی تا 11 میرم سر کار. دو خونه هم تا 5-6 میرم دوباره 10 خونم تا موقعی که بچه ها بخوابن. نه تا موقعی که بچه ها بخوابن. بچه ها بخوابن. یعنی شما مثل ایشون زمان بندی نداریم برای بچه ها؟ نه اصلا ما هیچ برنامه ریزی نداریم. کدومش بهتره؟ با برنامه ریزی. با برنامه؟ با برنامه بهتره خب. ولی ما اصلا ما اول بی برنامه بودیم. حتی از خواستگاری تا بعد. خب شما چی؟ من دخترم رومینا که خیلی ازش راضیم. هم درس خونه اینو 10 سالش هم هست. آفرین. خیلی درس خونه، خیلی دختر خوب حرف گوش کنیه. اینکه رادمهر هم که پسرم 5 سالشه. یه مثلا شیطونه و کنجکاو دیگه. شیطونه زیاد میکنه. البته رویات پسر با دختر خیلی. آره رویاتون پسر اینا. تو شما فرزند اولتون دختر بوده. خیلی ساکت بود. خیلی ساکت عادت کردی. یعنی اگه برعکس بود. بعد دقیقاً همین قدره. آره خیلی 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 بریم سوال جواب. اسم مهمان ما امشب چیه؟ باران ابراهیمی. باران. بریم ببینیم سوال اول از باران چی بوده؟ به نظر باران مامانو چی خوشحال میکنه؟ بذار از بابا بپرسیم که همش خوبه. به نظرم گوشی بخره. گوشی برام بخرم. گوشی براش بخرم. گوشی نه از نظر باران مامان رو چی خوشحال میکنه؟ مامانش رو گوشی بخره خوشحال میکنه فکر کنم. بریم ببینیم. مامانو چی خیلی خوشحال میکنه؟ براش گوشی بخرم. درست گفتم. و رادمه اولین سوال از رادمه چی بوده؟ چرا رادمه دوست داره مامان و بابا رو برای مسافرت به جنگل ببره؟ یه چادر بزنیم. چادر زدن یا شیر؟ این حیوانای جنگل مثل شیر و ببر و اینا رو خیلی دوست داره. اینا رو دوست داره. اینا خب چی گفته؟ گفته که مثلا بریم شیر و ببر ببینیم. فکر کنم همینا گفته بریم شیر و ببر رو اینا ببینیم. Thank you.
اگه مامان بابا رو میتونستی ببری مسافرت کجا میبردی؟ جنگل. چرا جنگل؟ چون که درختش دوست دارم. سوال دوم از خانواده ابراهیمی، چرا باران قصه خاله پیرزن رو بیشتر از بقیه داستانا دوست داره؟ من اصلا نمیدونم خاله پیرزن کیه، تو میدونی؟ منم نمیدونم، گفته که من به یه دلیلی دوست داره، تو از قصه‌اش خوشش بیاد. چیزی داری بگی؟ ببینیم کدوم قصه رو بیشتر از همه دوست داری؟ خاله پیرزن. چرا؟ چون اون مهربونه. چون مهربونه. رادلر سوال دوم. به نظر رادلر بابا رو چی ناراحت میکنه؟ اینجوری که مامانش گفت همه چی بسی که ناراحتش میکنه. رو قضا دادن بچه ها خیلی. الان میگه به بابا به قضا قضا نده. به بچه ها غذا نه، یعنی به خودشون سر همین غذا اینا به موقع غذا ده همین سن همون لجبازی های خوده. نه یکی سر موقع غذا نخورن، یعنی اگه سر وقت به بچه ها غذا ندید بابا ناراحت میشه. به بچه ها غذا نه. بابا رو چه خیلی ناراحت میکنه آقا رادمه؟ به ما غذا نده ماما. سوال سوم از باران، به نظر باران باید چی کار کنیم که هیچ وقت مریض نشیم؟ غذا بخوریم. غذا بخوریم؟ بخوریم؟ آقای ابراهیمی شما که گفتیم من همش با بچه هم وقت میذارم. آره دیگه بگو دیگه. حالا این سوالا رو از این نپرسیدم. خب مثلا تا حالا باران مریض نشده مثلا گفتی اگه غذا تو بخوری مثلا میوه تو بخوری؟ بکنم گفتم غذا بخوری، به موقع بخوابی، به موقع بخوری، زیاد بخوری مثل بابا، شاید هم چیزی. باران خانم، بله. باید چی کار کنیم که هیچ وقت مریض نشیم؟ از خودمون مراقبت کنیم. جواب منطقی دادی، از خودمون مراقبت کنیم. سوال سوم از رادمهر. حالا همین سوال از رادمهر پرسیدی که چی کار کنیم هیچ وقت مریض نشیم. این هم همین احتمالا میگه نظافت رو می دست تو دهن دستش تو دهنش نکنه. همیشه میره پارک بهش میگی مثلا دست تو بشور که جایی میزنی دست تو دهن نکن چون مریض میشی. احتمالاً همینو بگه دستش تو دهن. ببینیم. باید چیکار کنیم هیچ وقت مریض نشیم؟ انگشتونو تو دهنمون نکنی. سوال چهارم، چرا باران دوست داره مامان و بابا رو برای مسافرت ببره؟ چون بابا جونش اونجاست. چون بابا جونش. چون بابا جونش اونجاست احتمالا دهاتو دوست داره. بابا جونش هم بابا بزرگ یشتی، بابا جون میگه احتمالا بگه دهات بابا جون. احتمالاً حالا اگه میتونستی مامان بابا رو مسافرت ببری کجا میبردی؟ دهات. چرا؟ چون خوشگله اونجا. نه چون خوشگله. سوال چهارم از رادمهر که اگر درست پاسخ بدید ستاره طلایی به دست میاد. رادمهر دوست داره بزرگ بشه که چی کار کنه؟ مغازه خیلی دوست داره بزنم. دوست داری بزرگ بشی چی کار کنی؟ مغازه بزنم سوپرمارکتی. آفرین. و سوال پایانی، چرا باران بابا رو زیاد دوست داره؟ شاید چون عصبانی نمیشه روش. نه احتمالاً چون تو خونه با من بازی میکنه همش میپره روش کمم ترامپولین بازی میکنه به خاطر اون احتمالاً باباش عصبانی نمیشه میبرمش پارک. حالا به هر حال ستاره رو که از دست دادید ولی ببینیم چرا باباشو خیلی دوست داره. بابا رو چقدر دوست داری؟ زیاد. چرا اینقدر دوستش داری؟ چون برام همه چی میخره. ستاره قرمز تقدیم خانواده ابراهیمی. تشکرید که قرمز هم سوال پنجم، به نظر رادبر چرا مامان دوستش داره؟ نمیدونم شاید بگه خیلی شیرین زبونه. میبرمش بیرون، شاید میبرمش بیرون پارک.
شاید اینا بگه نمیتونم. چون میبرینش پارک میبرم. حالا ستاره کی گرفتیم ببینیم. یا خوراکی میخره نمیدونم. مامان شما رو دوست داره؟ فکر کنم آره. چرا دوستت داره؟ با مزم دیگه. آقا گفتم بگم با مزه. ستاره طلایی تقدیم خانواده رمضانی و خب یه ذره بچه ها رو دیدیم، با رویاتون آشنا شدیم، دعوتشون کنیم که تشریف بیارن در داخل استودیو، گفتگوی کوتاهی باشون داشته باشیم و کودک شو رو ادامه بدیم. دعوت میکنیم از بچه ها با دستای شما. شب ما هم به ما ملحق شدن، قراره که باهاشون حرف بزنیم، درست میگم؟ آره. قرار شد با هم حرف بزنیم. سلام دخترم. سلام. باید بلند صحبت کنم، من نمیشتم. آره. بلند صحبت. سلام. سلام. یه دون دیگه بلندتر بگو. سلام. سلام. دیدی هرچی بلندتر حرف بزنی صدات بیشتر شنیده میشه. اسم شما چیه؟ باران ابراهیمی. چند سالته دخترم؟ 6 سالته. تازه رفتی تو 6 سال. اینجا چی شده؟ اینجا هم آبل ماکون گرفتن، تازه خوب شد. کنده بودیش؟ نه، خاروندمش، پشه خورده اینجاش و خاروندمش. اون پشه خورده خاروندش. خیلی خوب. سلام. سلام. ببین وقتی اینجوری آروم سلام بگی جواب تو نمیدن. سلام. شما اسمت چیه؟ رادمهر رمضانی. رادمهر رمضانی چند ساله؟ 5 ساله است. خیلی خوش اومدی. سلام دخترم. سلام. شما خودتون معرفی کنین؟ من رامینا رمضانی هستم، 11 سال. شما چی پسرم؟ سلام. سلام. خودتون معرفی کن. من رضا ابراهیمی هستم. چند سالته؟ 11 سال. کلاس چندمی؟ 5. بهش گفتی کلاس 5م سخته یا نه؟ آسونه. پس یه خیالت راحت که کلاس 5م آسونه. خب چی کار کنیم که مریض نشیم؟ ناخونامونو نخوریم. چی کار کنیم که مریض نشیم؟ انگوشتو دهنمون نکنیم. یعنی چجوری انگوشتو تو دهنمون میکنیم مگه؟ نشون بده. یعنی اینجوری غازنا حواسش هست دست دهنش میکنید؟ نه حواسش هست. آفرین. خب پس ناخونامونو نخوریم مریض نمیشیم. دیگه چی کار باید بکنیم؟ رادمه چی کار باید بکنیم؟ باید غذامونو بخوریم، باید میوه بخوریم. آره. درسته؟ آره چاق بشیم. چاق بشیم بله. خیلی خب. چاق بدتر از اینه که بزرگ شیم. چی بشیم؟ چاقشو هم بدتر از اینکه بزرگ شید. بله نه، بچه ها باید ورزش هم بکنن، باید ورزش بورجه هم بکنن، درسته؟ آره. بله مراقب باشن. خب بابا تو نگاه کن. بابا شبیه چه میوه ایه؟ نگاهش کنم شبیه چه میوه؟ بگو دیگه. هندونه. چرا شبیه هندونه؟ هندونه. چرا؟ شکمش گنده. آفرین. خب حالا از راد نمیده. بابای تو شبیه چه میوه ایه؟ هلو. هلو؟ چرا؟ چون که شکمش کوچیکه. چون شکمش کوچیکه. خب شعرم بلدی بخونی؟ آره. بخون برام با صدای بلند بشنم. دینگا 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 زنگ مدرسه میکنه صدا که موقع درسه، بچه ها به صف شید، بچه ها به صف، بی سر و صدا و بی کلام و حرف، پاها همه جفته در کنار هم، احترام به قرآن، سلام همه خم، دستا به جلو
حالا هم خبردار بر تو سلام. تمام شد؟ آره. آفرین. اینو کجا یاد گرفتی؟ از بابا. از؟ بابا. از بابا یاد گرفتی؟ آره. خب شما چی شعر بلدی؟ شبا که ما میخوابیم آقا پلیس بیدار، مخواب خوش میبینی اون دراره شکاره، آقا پلیس زرنگه خلوز خوب میجنگه، ما پلیس بیداریم بهش احترام میداریم. خب اون شما کی به شما یاد داد؟ کارتونای پلیسی، کارتون بازی پلیس میدیدم. بله خب دوست بزرگ شدی دوست داری چی کاره بشی؟ مغازه دارم سوپرمارکتی. چرا سوپرمارکت حالا؟ چون توش خوراکی داره؟ آره. میدونی سوپرمارکت یا خودشون خوراکی مغازه خودشون نمیتونن بخورن؟ آره. بعد باز بخوای سوپرمارکت بزنی؟ آره. شما بزرگ شدی میخوای چی کاره بشی؟ دکتر. دکتر؟ چرا دکتر؟ چون که مریضا رو خوب میکنه. آفرین. دکتر چی میخوای بشی؟ دکتر میخوام باش. دکتر میخوادش. بریم اتاق بازی؟ آره. بریم اتاق بازی؟ با دستای شما بریم به اتاق بازی. مهمانان برنامه امشب ما هستن و ببینیم که کدومشون اعصابشون بهتره. من که اعصاب ندارم. چرا اعصاب نداری؟ به نظر که مرد شاد و اعصابم یه خود صحبتی میای. اینجا ضعیفه دیگه. اونجا ضعیفه؟ آره تو خونه ضعیف. چرا اعصاب نداری؟ آره شاید استرس باشه. اعصابش خورد میشه. جاربرقی که کلا با منه. یعنی تو خونه هیچ جاربرق نمیکشه. عجب. بعد ظرفا هم که دو تایی میشوری. خب لباس هم که یه مدت لباس شیمون خراب بود، اونم که با من بود. از علی رضا بپرسی پسرم لباس ها رو کجا میشوره میگه به عجب. راست میگم؟ چرا تو رو میگم؟ بله بله. آفرین پس برس. آفرین شما. شما چی اعصابتون چطوره؟ من این بازی رو انجام دادم که فکر نمی کنم که بتونم مثلا اعصابشو ندارم. کلا تو زندگی اعصابم خوبه ولی اعصاب این داستانو ندارم. یعنی هر دو تا ستاره قرمزی؟ احتمالاً نمیدونم. حالا سعیمو چه سعیمو خوش رنگیه فکر کنم. خوش رنگ. خوبه آره. خوش رنگه. بسیار عالی. برای خانواده ابراهیمی دست بزنید که تشریف آوردن. میری؟ نه تو برو. خب هر وقت حاضر بودید؟ نه تو هر وقت حاضر بودید بفهمید که ما بشماریم و سکوت کنیم. بری یه دور برو، یه دور برو. نه یه بار میگه برو. نه یه بار میگه برو. آماده این؟ بله. میشماریم. سه، دو، یک. بودو. خوبه همینجوری برو، همینجوری برو. برو. خوبه. میتونید با آرامش بیشتر بازی کنید. خوبه. همینجوری بیا. سه بار فرصت داری. حالا خانم ابراهیمی بازی میکنن. هر وقت حاضر بودید بفهمید که بشماریم. واسه یه استرس نداشته باش. میشماریم. برو. این اعصابش از من قوی تره. برو زایه نکن. برو. عجله نکن، اصلا عجله نکن. مثل من نباش. مواظب باش. ببر اون مرتبه بیزاره. کم ببر اون مرتبه. آفرین. ببینم ستاره رو گرفتی یا. خب بیا پایین. و فرصت سوم بشماریم. سه، دو، یک.
نخوری. بیا بیا. مراقب باش. خوبه خوبه. همون جوری بیا. استرس نده. تشویق کنید دیگه چرا؟ و ستاره قرمز تقدیم خانواده ابراهیمی. بفرمایید. بریم سر وقت خانواده رمضانی. با دستای شما میرن نیستن. شروع کنیم. بفهمید میشماریم. مثل من نباشه های رمضانی، شما برو، تو میتونی ها، میتونی تو برو، عالیه، آفر، اصلا عجله نکن، آفری آفری. چرا میلرزی؟ مارو عجله نکن های رمضانی، میتونی تو، آفری. من که اصلا نمیتونم. حالا یه امتحان بکنی شانستون. میشماریم. خوب داری میایی یا یه تری یواش تر بیایی بسم نکردی. و فرصت سوم. این سری رفتی آقای رمضانی. آره رفتی. بشوریم. جاتون میزه بود. بله، جاتون میزه بود. اصلا عجله نکن. آفرین. آفرین. نمیشه سیمش خط کرد. چیزی نمونده ها، همونجا تمرکز کن برو بالا. آره یه ذره دیگه بریم. شده کمرم گرفت. عجله نکن، کمر رو بیر کنونو برو. به فکر ستاره باش. کمر تو عجله نکن اصلا. ستاره قرمز تقدیم خانواده رمضانی. بفرمایید. چی شد؟ کمرتون گرفت واقعا؟ نه خیلی نه نه خونه زیاد کار میکنه این کمرش. این ورزشکار نیستی؟ چرا ورزشکارم؟ خب دیگه ولی خب اینجوری وایساده بودی. نه به خاطر همون ورزشه الان کمر رو هم اینا. خب بریم به اتاق بازی بچه ها، جایی که بچه ها منتظر هستن تا ما بهشون سر بزنیم. دوست و همکار عزیزم آقای رضایی هم میزبان اینها.
رادنه و باران و اتاق بازی بچه ها. اتاق بازی رو ببینیم. خب یک بازی چند مرحله ای هست که در واقع بچه ها بایستی انجام بدن. ما دونه دونه اگه جلو بیای من توضیح بدم. خب از انتها ببینید سه تا مکعب هست که آبی، قرمز و زرد هست. بچه ها باید اونو درست کنن شبیه اون نمونهی که کنارش گذاشتن. این بازی ها رو هر کدومش نمونه هاش رو بعد خیلی ممنون بعد میان جلوتر نمونه دوم رو درست میکنن و بعد میان نمونه سوم که دو تا لیوان رو هم هست رو درست میکنن و بعد نمونه آخر رو درست میکنن. این وسایلی که بعد نمونه ها رو درست بکنن تو این استخر تو دوستان ما براشون گذاشتن. گزینه رو ببینیم چند مرحله رو میتونن کامل کنن بچه ها به نظر خودتون؟ یک تا دو، سه تا چهار، پنج تا شش و بیشتر از شش. فکر کنم پنج تا شش. نه، گزینه شماره سه. سه تا چهار. گزینه شماره دو. تنها دیگه. بله تنها. سه تا چهار. گزینه شماره دو برای انتخاب شما. گزینه شماره دو هم انتخاب شما. سه تا چهار. خب بریم به اتاق بازی بچه ها جایی که آقای رضایی میزبان مهمانان امشب ما هستن. آقای بازقی سلام. آقا درود بر شما. خوبین شما؟ کجا قایم شدی باز؟ من استاد همرنگسازی با محیطم. یعنی محاله به تو منو پیدا کنی شما. بر ما فقط صدا شما پیداشون کردین؟ اصلا خوب استتار که اصلا معلوم نیست. میگن اصلا فقط دستاش معلومه. دیدی من اصلا نمیتونی من کجام؟ حد بده من کجام؟ فقط مواظب باش اونجا نسوزی یه خورده. بگو من کجا؟ آبا شما بگو. آبورم پشت اونا ها آبورم پشت خواهیم کنید یه استخر توپی عمرم میگه من اونجا جاشم دیگه. خرخ ما که دیدیم شما رو حالا دوستش دیدی خیلی خوب. خب بچه ها هم صدا پیدا کنید. پدر مادر ها باید این کار رو انجام بدن. کجا؟ پدر مادر رادنه بگن کجا قایم شده؟ بغل دستشون. اون بغل پشت مکعبا. اصلا معلومی کجا هست. بیادن قدش. حالا باران کجا قایم شده؟ باران هم شه یکی مکعبا. نه دیگه. باران پشت اون سنگه. کدوم سنگه؟ پشت این سنگه کنار کلبه. اینجا اینجا. این استاد شما استاد نبودی. آفرین باران. حتی را تا بیرونجا باشت. خیلی بیم بچه اینجا بایستیم. شروع کنیم با... چه داد میزنی؟ بیشتر میزنی تو آروم بگو مامان. مامان جانه اینی شنید نالا. آفری ماما. خب آی بازه که شروع کنیم مثلا برنامه. بله بفرمایید. بازی رو شروع کنیم. بچه آماده این بازی شروع کنیم. بشمارم. آره. سه. اول باران بره بالا بچه‌ها باشه. سه. دو. یک بار مره بالا. برو دختر بالا. این تشویقا بودو 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 اول مکعب دوستانی از زمان مسابقه سفری لیوان سیاه حالا برو ببینی آقا آفرین به بچه‌ها. لیوان سیاه با یه توپ سبز بودو بده اینجا بده اینجا بده اینجا رو به من بسیار شما چه حالا ببینی آقا اینجا نیها کن باران نیها کن یه حلقه یه نارنجی یه لیوان زرد نیمی از زمان مسابقه سپری شد. خب این بعد بیا اینجا باری کلا بذارش این باره نه چه خبره بذارش برو برو
خواهرم بودم بودو 20 ثانیه بودو دخترم بودو 15 ثانیه حالا اینا رو تحقیم نمیز اینجا بزر آره شالا بزر سری 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 میز آبی 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 آمد 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 بزن قدش برنده شدی؟ بایی شالا چند تا تونستم بچه ها انجام بدن؟ من میشوارم خب مکعبا هر دو کامل یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت یه دقیقه سر کنید داوران رو قبول میکنه تماش تموم شده بود هر دو نفر همه بازی رو تموم کردن آفرین بهت باری کلا بچه بودم قدیش آفرین کلا آفرین کلا اگه دوست داشتن میتونن سرسره بازی کنن بله بچه ها بریم بالا بریم بالا بچه بریم بالا دو تا بس ستاره بدید بله ما به شون که ستاره میدیم ولی به شما ستاره قرمز دم و هر دو خانواده ابراهیمی و رمضانی ما اصلا مبنای برنامه همون هم همینه بچه ها بازیشونو میکنن پدر و مادر هستن که اینجا بله. مسابقه میدن یه بار جدول رو ببینیم لطفا ما این خب چقدر قرمز آی بازه بیم بله زیاده اضافی هست بدید ما ببریم خب بازی هشت دیسک رو خواهیم دید که یک برنده بیشتر نخواهد داشت یک بار پدرها یک بار هم مادرها بازی میکنن هر دو خانواده بیستید لطفا براشون دست بزنید بعد این بازی چیه؟ آه سالا این زنگا تو باید برید خب بازی رو که بلدید دیگه بله اول خانوما بازی کنید کدوم خانواده شروع میکنن؟ ما شروع میکنیم شما شروع میکنیم بسیار دفعه بعد باید آقای رمضانی شروع ببینیم ما هم اولیش همینجوری بنداز نه عجله نه اولیش همینجوری بنداز سرعتش بیاد دستت آره میشه آره هر جوری دوست داری بله هم میتونید پرتاب کنید اصلا عجله نکن اندازش بیاد دستت عجله نکن بنداز آرومتر نه دیگه اون نمیشه آرومتر آره بعدی رو میندازی الان اولی رو قلقگیری کن اولی قلقگیری کن قلقش بیاد دستش خیلی محکم نه خب سعی کن آرومتر از قبلی بندازی اینجا رو در نظر بگیر که بیاد اینجا بلو آرومتر آرومتر بندو برسه این باری قلقش رو بعد دست رو بیانده خب این خیلی آروم میندازه تو خیلی تو خیلی آروم کن عجله نکن آروم تر رو کنی یک خود آروم تر حالیه زد رفت بیرون سعی کن اونو برکن اون کناره سعی کن بیایی بسد آروم تر از قبلی ها آروم تر آروم تر عجله نکن پرد کنم نه 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 پرد کن یه دونه پرد کن آروم 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 بابا آروم بیا بنده بنده آروم همون جوری بنده خیلی محکم نه اونو خیلی محکم انداخته بوده به اون خوده بود آروم از این بغل بنداز اینجا آروم بنداز آروم از قبلی ها خیلی آروم تر بابا این قدم نه چه دیگه با پرد کنی باید پرد کنی به اینا میخوری اینجا پرد کن برسی مال خودتو نتنی سعی کن بیا آروم الان دیگه برای خواهی آروم تر بابا این چیه تو بزن به این دیگه رو بزن نه پرد میکنی بیشتر میره آروم پرد تنظیمش نیمه دسته یا آروم عجله نکن یا زد این اومد تو خب اون رفت بیرون اینو بزن بره بیرون یا آروم بنداز بیاد این بسر آروم آروم اصلا عجله نکن بردیست که آخر بنده همینجا بردن نه برنده شد و خانواده رمضانی برشون دست بزنید برده بودی بازی رو دستگاه رو جمع کنید دوتا میشماریم یه برو اونجا تشریف کن مرم آروم بزن خیلی بادو ببین اگه شما هایی میده بای نه ببین اگه شما هایی میده بودو بگیم محمد آروم تر بزن آروم تر
آفرین مهدی، این دفعه دیگه میره. یک یک برابر و اینکه آقایون بازی میکنن یا خانم ها؟ آقایون بازی میکنن. دیسکا رو جمع کنید. اول اونا پرتاب هم میتونید بکنید. خب یه سنگ کاغذ قیچی بازی کنید ببینیم کی اول بازی کنید. کی تعیین میکنه؟ کی زودتر بازی کنه؟ بله بله. سنگ کاغذ قیچی. یک شما تعیین کنید کدوم بازی رو شروع کنن. خب ایشون شروع کنن. بفرمایید. مهدی بودو. بودو. بودو بیستید لطفا و ستاره طلایی تقدیم خانواده ابراهیمی. تشریف. خب جدول رو ببینید. جدول اینجوری. بله بالاخره هر دو خانواده برگزار شدن در ستاره های طلایی و قرمز. قراره که خانواده از هم دیگه سوال بپرسن. ما از حضور محترم میپرسیم که تعیین کنن آقایون برن یا خانم ها. اونه که میگن خانم ها برن دست بزنن. اونا میگن خانم ها. این بره. توپا خوشمزه هم من میخوام برم. جان توپا خوشمزه هم من میخوام برم. توپا خوشمزه. آره. ولی قبلا هم اومدی اینجا؟ نه اومدم ولی از تلویزیون که نگاه میکنم طعمش رو حس میکنم. شکمو هم حس میکنم. ای جانم. حالا اونایی که میگن آقایون یه بار دیگه خانوم ها نه آقایون مقابل توپا میشینن ولی قبل از اینکه آقایون برن و بخوان حاضر بشن با هم دیگه مشورت کنید ببینید چه سوالایی از هم دیگه میخواین بپرسید. بریم و برگردیم. فیلممونو میگیره. این موقع سوال پرسه هم از فیلممونو میگیره. آره اصلا این که چیز داره فهم میدنه بلا سر همون میگه چه سوال هایی میکنه پرسه. آره پلاک ماشینه اولی ماشینی که خریدیم اونم شاید همون یه دونه خریدن شماره پلاکشو بلد بشن. دیگه چیکار کنم؟ اشتباه کردم مال خودم آزادم. آره اگه نه برنده بشده بودی بخواستم وسطیه رو بزنم. یه ستاره طلایی گرفتم. آره برابریم. محمد خیلی سخته. چرا؟ اونم ساده نمیدونم. سوالاتون آسون باشه.
سوال راحت داشت. تو هم سعی کن راحت شو بپرس. من چیزی به ذهنم نمیرسه. گفت کردین. حضار محترم مقابل توپان نشستن، یه سر بهشون بزنیم. آقای ابراهیمی، آقای ابراهیمی جانم، جان خوبه؟ خوش میگذره؟ آره دارم اشهد و الله اله الا الله میخونم. مهدی خوبی؟ نه آره خوبم، خیالت راحت. فقط اشهد گفتم دیگه. خب آقای رمضانی رو هم ببینیم، فکر کنم این خارج از اون خطکشی های ذهنی شماست، درسته؟ درست میگم؟ با من هستیم، بله بله بله، میگم این خارج از خطکشی های ذهنی شماست، درسته؟ بله درسته، بله بله. یعنی الان دوست داشتید که تر و تمیز وایستاده بودید و خانومتون جای شما بود. آره دیگه، حالا دیگه خب، ما بریم و سوال ها رو شروع کنیم. چقدر شناخت دارین نسبت به همسراتون؟ کم و بیش که بالاخره 16-17 ساله که با همین. 16-17 ساله زندگی مشترکتون آغاز کردین. شما چند ساله؟ من 12 ساله. 12 ساله زندگیتون آغاز کردین. شما چقدر شناخت دارید؟ منم کم و بیش. کم و بیش. خیلی هم عالی، جواب خوبی بود. از خانم ابراهیمی میخوام که از خانم رمضانی سوال بپرسم. لباس همسرتون وقتی که رفتید بیمارستان، شما دخترتون رو به دنیا می آوردید، چه رنگی بود؟ حواسشون قطعا به لباس همسرشون نبوده. سفید بود؟ نمیدونم چی بگم؟ سفید بگم؟ سفید. البته که شما باید جواب بدین و نه. چون من حالم بد بود، خارشیرام بودم. نمیدونم، نباید کمک بگیرید چون شناخت شما از همسرتون. چه رنگی بوده؟ سفید فکر کنم. سفید. چیزی نگید لطفاً. آقای رمضانی عزیز. بله، بفرمایید. وقتی رومینا به دنیا آمد، بله، شما رفتید به دیدن همسر و فرزندتون در بیمارستان، رنگ لباستون چه رنگی بود؟ رنگ لباس من فکر میکنم که سفید بوده. در هوا کنم بس یا خیر. بذارید دو چشم ببینم. آقای صدامو داری؟ خوشمزه بود. صدامو داری؟ بله داری. بذار بچشم. آره اونجوری که میگفتن هست. خدا رو خب، حالا خانم رمضانی سوال میپرسن از خانم ابراهیمی. تاریخ صدور گواهینامه همسرشون. گواهینامه همسر شما گواهینامه‌شو در چه تاریخی گرفته؟ تاریخ فکر میکنم 87 باشه. نه روز ماه سالش. بله روز و ماه و سال و والله شانسی میگم دیگه. 29/87. 29/87. چیزی نگید لطفاً. خب آقای ابراهیمی جانم، تاریخ دریافت گواهینامه‌تون چه تاریخی؟ روز ماه سال. تاریخ دریافت گواهینامه باید حتما جواب بدم؟ نه میتونیم شلیک هم بکنیم بهتون. شلیک کنید چون خانمم نمیدونه. خودت هم نمیدونی؟ نه من فکر کنم سال 85 بود. 85 چه ماهی؟ خب بریم واسه شاید سوال آخر باشه که خانم ابراهیمی از خانم رمضانی میپرسند، شاید هم نباشه. شماره ملی مادر شوهرتون چنده؟ 4 رقم آخرشو بگید. شماره ملی؟ آره من کمک نگرفتم. سوال نپرسید لطفاً. این شناخت شما هست، کمک نگیرید. 41-88 نمیدونم، بریم بپرسیم از خودش هم نمیدونه. خب آقای رمضانی بله، 4 رقم آخر کد ملی مادر شما چنده؟ 33 باید باشه.
خوشمزه است. خیلی خوشمزه بود. خوشمزه است. من خوب خوردم. خانم رمضانی سوال می‌کنن از خانم ابراهیمی. اسم معلم کلاس اول همسرتون؟ فکر کنم هدایت. هدایتی. هدایت. چیزی نگی؟ هدایت یا هدایتی؟ باش هر کدوم گفتم میپذیر. فکر کنم. آقای ابراهیمی جان، نام معلم کلاس اول دبستانتون چی بوده؟ اول دبستان خودم؟ بله بله. آقای هدایتی. آقای هدایتی. خب دو برابر شدید. سوال مشترکی پرسم. از نظر همسراتون خوشبختی چه مزه‌ایه؟ مزه غذا باشه یا؟ مزه است دیگه، هر چیزی. مزه بهشت. مزه بهشت. شیرینه. شیرین. یا خوشمزه یا شیرین. آره. شیرین یا خوشمزه. باید همینو بگن، اگه نگن شلیک میکن. خب. بریم به استودیو مجاور، لطفاً سکوتم رعایت کنین. آقایون عزیز، ابراهیمی و رمضانی. بله بله. از نظر شما خوشبختی چه مزه‌ایه؟ آقای ابراهیمی بفرمایید. خوشبختی خیلی خوبه. نه چه مزه‌ایه؟ خوشمزه است. خب مزه چی میده؟ مزه خوشبختی. مزه خوشبختی. آقای رمضانی مزه موز. مزه مر بوده. موز. موز. هر دو خانواده ستاره قرمز تقدیمشون خواهد شد. جدول و جدول پر شد. خانواده ها برابر شدن برای اینکه مشخص بشه کدوم خانواده به میز جوایز میره. یک بازی دیگه ما در نظر گرفتیم. آقایون تشریف بیارن بازی رو انجام. بی آروم بیاین، آروم بیاین. یه وقت قهر میکنن. آروم بیاین بچه، آروم بیاین، آروم آروم. قهر نکنی. قهر نکن، ناراحت چیه وقت. بیا 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 بیا. خیلی خوب. حالا به افتخارشون دست بزنید. کجا میری؟ بیا کارت رو سریع. چرا میری؟ یه دقیقه صبر کن. جدی شدی؟ چه سوالایی آخه؟ یه دقیقه بیاین این وقتتر که خوام باشه بیاین این وقتتر. الان شوهرتون خوشبختر نشد؟ خیلی خوشبختی. خیلی؟ خدا الان خودم خوشبختی. مزه خوشبختی. خوشبختی چه جوریه؟ مزه بهشت میده. شیری. مزه بهشت میده. مزه خوشبختی. بهشت مزه طعمش چی هست میکنه؟ مزه خوشبختی. مزه طعم میگه نه؟ آره. من گفتم خوشبختی. آره همه غذا رو دوست دارم. موز آخه؟ خوشمزه چی گفتی شما؟ موز اینه من موز بودم. نه اینجا چی گفتی؟ شیرین خوشمزه. گفتم بگو خوشمزه. بچه یه لحظه باشه. با هر دو خانواده بریم سراغ بازی بعدی، ببینیم که کدومشون میرن سر میز جایزه با تشویق شما همراهان عزیز. ولی خدا وشیدی این با قرمگری به ما ملحق شدن. 4 ستاره قرمز 1 ستاره طلایی به تساوی رسید. این بازی رو انجام میدیم. 3 بار فرصت دارید و هر کسی که موفق بشه 2 بار برنده بشه طبیعتاً ستاره طلایی تقدیمشون خواهیم کرد. مکعب بازی گوشه. بلدید بازی رو دیگه؟ بله. با هم بازی میکنید. بشماریم. 3 2 1. دقت، تمرکز، سرعت عمل. ببینیم خانواده رمضانی
یک بار دیگه بازی رو انجام میدیم. اگر خانواده ابراهیمی برنده بشن دیگه سومین بار و بخش پایانی هست. میشماریم. دقت، تمرکز. ببینیم. و ستاره طلایی تقدیم خانواده رمضانی. شما موفق شدید با انجام این بازی به میز فینال راه پیدا کنید. متاسفانه فقط با یک ستاره طلایی به میز جوایز خواهید رفت. خیلی ممنونیم به خانواده ابراهیمی که تشریف آوردید. اگر جانم امکانش هست مثلا با هم بریم؟ آخه یه ستاره طلایی دارید. یه دونه هم شما بده بشه دو تا. یه دونه هم شما بدید حالا بریم. بس بمونم با ما. بمونم. خانواده های رمضانی و ابراهیمی و میز جوایز. خانواده ابراهیمی و رمضانی به میز جوایز رسیدید. جدول رو ببینیم. یک ستاره طلایی، دو فرصت انتخاب. دو تا هم شما میدید میشه چهار تا. ما چون ستاره طلایی اینجا داریم شما سعی کنید پیداش کنید. ما نمیتونیم که پیدا کنیم، ضعیفیم. فکر میکنید مثلا ستاره طلایی چنده؟ نگاه نکن گنده موندم، ضعیفم عزیزم. شما میگی چنده ستاره طلایی؟ من فکر میکنم از این 15 تا یکی باشه. چی؟ از 15 تا یکی باشه. یه دونه باید باشه. شما چی فکر میکنید؟ ببینید من میخوام بهتون کمک کنم. خودتونم نمیخواید من بهتون. یا 3 یا 7. یا 3 یا 7. شما فکر کنم 15 باشه. چند؟ 13. برادر خانم هم گفت 13. 13 رو باز کنیم ببینیم چیه ها؟ اگه ستاره طلایی باز کنیم. نه دیگه شما گفتید 13 دیگه. راهنمایی کنید دیگه آقای بازه. بشوریم. اگه ستاره طلایی 11 و 13 نفر. خب اینم شد 4 تا فرصت. ببینیم چقدر برنده میشید تا 4 میلیون تومان. درسته؟ بله. خب فرصت ها رو از الان شروع میکنیم. عدد اول شما این شده. 7. 7. آسنا آسنا چی میگی؟ بشوریم. تو بگو. 1. یک میلیون تومان جایزه نقدی و شمشیر طلا. عدد دوم 8 خوبه؟ 6 دورو برش چند؟ 6 3 میگه 3 میگه 3 دورو برش باشه 3 3 بشماریم 2 1 بگوییم بلده بشونه. خب کدومتون شعر میخونیم؟ آقای اینا گیر داده بود از اول برنامه رفتی تو برنامه های بازاری کودک شو بخون یا آواز بخونیم برای ما پس هم اینجا بخونم؟ بله بله چی بخونم؟ همونه بخونیم دل نخندید دل می روند زنده هستم دل می روند زنده هستم صاحب دلان خدا را صاحب دلان خدا را صاحب دلان خدا را در دل که راز پنهان در دل که راز پنهان خواهد شد آشکارا خواهد شد آشکارا بگید دیگه خواهد شد آشکارا بسه؟ بله دست شما درد نکن. خب انتخاب سوم نو میشه این بشماریم یه و فرصت پایانی شیش بشماریم خیلی خوب بود اینم شیش چکار کنیم؟ یه بازه دیگه
بدید. دو تا ستاره دیگه بدید. دو تا ستاره. یه دونه خودتون باز کنید. یه فرصت بدید. آقا شاد اومدیم. خودتون باز کنید. دو تا فرصت بدید. سه. عدد بعدیتون چیه؟ خودتون انتخاب کنید. هر چی می‌خواید. چهارده. خب شما؟ من میگم چهارده. ما هم 13. شما 13؟ یک و 14. خب ما این کارو بکنیم که آقایون تشریف بیارن جلوش وایسن. دیگه هر کدوم جایزه خودتونه ها. جلوی یک. بیستی. خب ما 3-2-1 بگیم. هر کدوم برنده شدید، یعنی اگر هر دو تا شمش بود جایزه خودتونه، هر اتفاق دیگه هم افتاد دیگه جایزه خودتونه. خوبه؟ خیلی عالی. بشماریم. بفرمایید. 6 و 14. چی شد؟ یک شد شمش؟ بله. 14 ضرب المثل. چی شد 14؟ یه ضرب المثل مرد نهفته. تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. یه بار کامل بفهمید. تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. خب شما جایزه برنده نشدین؟ شدیم دیگه. نه دیگه. یه دونه اجازه بدیم برادر جان. یه دونه اجازه بدیم برادر، چون ایشون از راه دور اومدن به منم گفتن بیاید تقسیم کنیم، اینجوری بره خوب نیست دیگه. خب یه عدد دیگه انتخاب کنیم. چی برنده دیگه؟ چیا مونده؟ 10 شماره شو بجا داری؟ 10 همه؟ این 12، 11، 13 کدوم میخوان؟ 10 بشوری 12 مبارکتون باشه. بفهمید با دسته شما و بقیه رو هم 8 بوم باز کنیم و به شما نشون بدیم. 12 چی بود؟ 12 خب فکر کنم جایزه بردیم. تو هم تیم شد. شما خیلی ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. شما که از کاشان تشریف آوردید، امیدوارم که در مسیر برگشت هم قوانین راهنمایی و رانندگی رو رعایت بکنید، هم با احتیاط رانندگی بکنید که بچه ها از شما یاد بگیرن. ممنونم از شما هم که از نسیم شهر تشریف آوردید، امیدوارم که شما هم در مسیر برگشت به سلامت به منزل برسید. ممنونم از شما که بیننده برنامه کودک شو هستید، شبکه نسیم رو انتخاب میکنید برای تماشا. امشب هم تموم شد، تا برنامه بعد. بدرود.